الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام سال نو انشالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم. آرزو میکنم در این روزهای بهاری انشالله تن و جسم و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. حاجای عالی عزیز در استودیو حضور دارن، از طرف شما و از طرف خودم خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. ایام خیلی مبارکتون باشه انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. بعدم خدمت هستالی و همه دوستان متدین و مؤمن بیننده سلام و عرض ادب دارم و تبریک عرض میکنم حلول سال نو رو. انشاءالله زیر سایه امام زمان علیه السلام همشون سال خوبی داشته باشه انشاءالله. حاجای عالی از طرف خودم و از طرف بیننده های خوبمون سال جدید رو به شما و خانواده محترمتون تبریک میگم. انشاءالله سال پر خیر و برکتی داشته باشید، سلامت باشید. خب در این مدتی که با شما هستیم امیدوارم لحظات مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم. حاجای عالی ببینیم که امروز برای ما چه برمغان آوردن و عیدیه ایشون برای بیننده های خوب سمت خدا چیست. خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریعتی، من یه نکته ای رو به نظرم رسید تو این فرصتی که خدمت دوستان بزرگوار هستم عرض بکنم، و اون نگاهی است که دین ما به عید داره، که به هر حال این جالب هست اگر دوستان توجه بکنن. ببینید به طور کلی اعیاد در اسلام اون ایام و اوقاتی هستش که یک زمینه قربی برای انسان نسبت به خدا متعال فراهم شده، یک زمینه وصالی فراهم شده که اون روز قراره که یه صله‌ای، یه پاداشی داده بشه به آدم. اون موقع به عنوان عید، یعنی روزی که یک عود و برگشتی به سمت خدا برای آدم تحقق پیدا کرد. مثلا شما نگاه کنید ماه مبارک رمضان رو شما 30 روز روزه میگیرید، زحمت میکشید، شب زنده داری ها، احیاها، قرآن به سر گرفتن ها، درک شب قدر، به هر حال توجه کردن و مراقبه هایی که آدم مرتکب حرام نشه، شستشو و تطهیری برای آدم فراهم میشه. این زمینه قرب وقتی فراهم شد، بعدش روز اول شوال رو با توجه به این مرتبه‌ای که این موقعیتی که آدم به دست آورده توی این یک ماه، به عنوان روزی که خدا صله میخواد بده، پاداش میخواد بده، روز جایزه است، روز جایزه، به عنوان عید گرفته شده که به تعبیر حافظ روز عید است و من مانده در این تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. این 30 روز رو میده به یه چیزی میگیره. یا مثلا فرض کنید حاجی وقتی رفته مناسک رو انجام داده، زحمت کشیده اونجا، فرض کنید سعی و طواف و بیابانگردی و اون وقوف هایی که در عرفات و مشعر و منا هستش و قربانی و رجم و امثال اینها، بعد روز دهم ذی‌الحجه رو به عنوان این که این زحماتی که برای انسان یک قربی حاصل کرده، یک قدمی جلو رفته، یه درب خاصی از رحمت برود باز شده، حالا میخوایم یه پاداش بهت بدیم با توجه به این زحماتی که کشیدی، اون روز میشه عید، به معنی عید قربان. اعیاد دیگه هم همینجورن. عید قدیر روزی است که به عنوان حالا مثلا بزرگترین عید شیعه، روزی هستش که خب نسب امامته و با نسب امامت اصلا منشأ همه قرب ها، منشأ همه خیرات، به نعمت تمام میشه، به نعمت تمام میشه. این بزرگترین عیده. عید نوروز ولو اینکه حالا به عنوان یک عید و مناسبت اسلامی مطرح نبوده، چون قبل از اسلام تو ایران یک سنت بوده، مثل مبعث و قدیر و فطر و اینها نیست، یک سنتی بوده که ایرانی ها رو خوش سلیقگیشون تحول سال رو و سال نو رو گذاشتن اون موقع که طبیعت نو میشه و بهار به وجود میاد، اول بهار، یعنی اول بهار که یک اتفاق تکوینی و طبیعی رخ میده، اینو مبدع تحول سال هم قرار دادن. خب اسلام و اهل بیت علیهم السلام با این مسئله مخالفتی نکردن،
هیچ مخالفتی نداشتم، بلکه از این فرصت به نفع دین و برای همون تقرب استفاده کردن. لذا گفتن مثلا هنگام حلول سال اون دعای معروف رو یا مقلب القلوب و الابصار تا آخر او رو بخونید، اون روز عید مثلا روزه گرفتن، ببینید از این فرصت برای یک قرب، برای یک وصالی با حضرت حق استفاده شده. یا مثلا فرض کنید کارهایی که تو عید میشه، خب این چیزایی هست که مورد توصیه دینه، شادمانی سالم، دید و بازدیدها و کنار گذاشتن کینه ها، مسافرت رفتن، هدیه دادن، فرض کنید به عنوان مثال پاکیزه بودن، لباس نو پوشیدن، تمیز بودن، اینا چیزایی هستش که هدیه دادن، اینا چیزایی هستش که مورد تاکیده. یعنی در واقع ولو دین دینی نبوده، اما دین هیچ مخالفتی که نکرده، چی از این فرصت برای نزدیک کردن انسان به خدا استفاده کرده. خب پس دیدگاه دین به عید اون موقعیتی است که یک زمینه قرب و صعود و وصولی برای انسان به خداوند متعال حاصل میشه. خب این خوشی داره دیگه، و کسی یه قدم رفته جلو، یه قدم رفته بالا، به خدا نزدیکتر شده، این شادی داره دیگه. البته شادیش متناسب با خود عیده. اگر قرب به وجود اومده، شادیش هم باید متناسب باشه، یه شادی مؤمنانه باشه، شادی مبتذل و غافلانه نباشه که آدم باید کاری بکنه که اون وقت اون قربش هم از بین بره، در همون مسیر قرب باشه دیگه. در واقع شادیش هم تو همون مسیر باشه. لازم شما ببینید تو روزهای عید، تو مناسبت‌های اسلامی، یه دستوراتی که به عنوان مستحبات، یعنی همش بندگیه. در این حال اگرم شادی هست که هست، ولی یک شادی غافلانه. امام مجتبی علیه السلام با جمعی از دوستانشون از یه جا میگذشتن، روز عید بود، یه جمعی مشغول به زن و به کوب و به هر حال، حالا به تعبیر خودمون، یه عیاشی و کیافی بودند. امام علیه السلام فرمود العجب کل العجب من الضاحك اللائب فی الیوم الذی یصاب فیه المحسنون. تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم از اون کسی که امروز رو به لهو و لعب داره میگذرونه، امروزی که دارن رحمت تقسیم میکنن، امروزی که دارن لطف تقسیم میکنن. روز شادی هست ولی نه این شادی که پشت پا بزنه به اون پاداش و صله‌ای که خدا قراره بده. بله، گاهی موقع مثلا شما میبینید آدم نیمه شعبان، خب نیمه شعبان تولد ولی اعظم الهی بوده که ما مفتخریم تو اون زمان داریم زندگی میکنیم. خب این تولد مثل جشن تولدهای معمولی نیستش که خدا نکرده مثلا یه آهنگای اونچنانی گذاشته بشه که اصلا تناسبی نداره. ما گویی مثلا یه جشن تولده، حالا تو اون جشن تولد اونجوری هم نباید به هر حال خدا نکرده کار خلافی صورت بگیره، ولی به خصوص دیگه تو این روز احیانا مثلا شادی رو بخوایم تبدیل بکنیم به یک شادی غافلانه، اصلا تناسب با اون عید و اون دیدگاهی که دین نسبت به عید داره، روزی که بستر برای قرب ما فراهمه، روزی که بستر برای قرب فراهمه، یه درب خاص رحمت بازه، میخواد صله بده خدا. خب اینجا ما نباید پشت پا بزنیم و لگد بزنیم به همچی چیزایی. خب منتها یه نکته بسیار قابل توجه هست که من دوستان بزرگوار رو به اون نکته توجه میدم، و اون این که در این حال که تو تمام اعیاد، چه اعیاد دینی چه عید نوروزی که دین ازش استفاده کرده و یه نگاه دینی بهش انداخته، ما رو توجه دادن به یه چیزی که مبادا از اون اصلی ترین عید و حقیقی ترین عید غافل بشید. درست شاد باشید، همون شادی مناسب، ولی در این حال توجه داشته باشید که هنوز عید حقیقی نیومده، مبادا از اون غفلت کنید. بذارید من اینجوری بگم، بیه بیان دیگری بگم. تو 4 عید هست گفته شده دعای ندبه مستحب، ندبه کردن مستحبه. عید قدیر، عید فطر، عید قربان و عید جمعه، خود جمعه های عیده. گفته شده دعای ندبه مستحب. عجب، ندبه، گریه، چه تناسبی داره با عید؟ حالا چرا خواستن تو شادی، مثلا شادیمون رو می‌خواستن خراب بکنن که اشکمون به در بیارن؟ یعنی که نه، در این حال که امروز عیده، سر جای خودش اون شادی، اما در این حال غافل نباشید از اینکه هنوز عید حقیقی که ظهور دولت حق و در واقع قرب اصلی، بله، کامل ترین قرب در زمان ظهور رخ میده دیگه. اگه عید تقربی هست، اصلی ترین تقرب زمان ظهوره، اصلی ترین قرب و کامل ترین قرب تو عالم دنیا زمان ظهوره، بعدش هم حالا رجعت.
پس از اون قرب آدم نباید غافل باشه، نباید بی‌توجه باشه که نکنه من خسارت ببینم اون قرب رو پیدا نکنم، اون دوره رو من نبینم، نکنه جوری باشه که من الان توی یک خوشی هستم توجه نداشته باشم به این که دینداری الان در یک زمانی است که به هر حال زمان خطری است برای دین و دینداری، زمانی است که ولی اعظم خدا تو بلاست، که تو دعای نوده میخونیم عزیزان علیه انتوهی تبک دونی البلوا، بلاها شما را احاطه کرده. الان در زمانی است که ولی اعظم خدا محبوسه، زندانیه به تعبیر خود حضرت، بله، که ما در حبسیم. خب ببینید آدم اگه عزیزترین کسش، فرض کنید فرزندش، پدرش، مادرش، یه عزیزیش اگر توی حبسی باشه، در این حال که روز عید هیچ جای انکار نیست، اما میتونه بی توجه باشه به او، یعنی به عبارتی این خوشی امروز ما ما رو غافل نکنه از اون تمام خوشی حرف همینه و به این قانع نباشیم. آفرین، تمام حرف همینه. رضا امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عید فطر و قربانی بر ما نمیگذره مگر اینکه یک حزنی هم کنارش برای ما تازه میشه، و اون این که به هر حال حق ما اهل بیت ادا نشده. حق اهل بیت اون موقعی ادا میشه که دولت حق بر سر کار باشه، اون موقعی بر سر ادا میشه که دولت اهل بیت که همون دولت خداست، دولت الهی است، فرج امام زمان، فرج الله، یه گشایشی هست که خدا ظهور میکنه و بالاترین قرب برای انسان حاصل میشه. خب امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عیدی نمیگذره مگر اینکه یه حزن اونجوری هم ما داریم در کنار این شادی، اونم هست. دعبل خزائی وقتی خدمت امام رضا علیه السلام اون قصیده تائیش رو خون، رسید به این دو تا بیت که یه تعبیری حالا هستش که من حالا یه بیت اولش رو شاید خیلی هم تو ذهنم نمونده، عرافه اهم فی غیرهم متقسمو و عیدی همو من فیعه هم سفراتی، من سهم اهل بیت و حق اهل بیت رو میبینم که تو دستشون نیست و خودشون دستشون خالیه از اون حقشون، حق اهل بیت که اولیاء الهی هستن، اولیاء معصوم هستن، با اون علم سرشار، با اون اسمت، با اون مهربانی سرشار، حقشونه که اینها حاکمان بر جهان باشن، نه شیاطین، نه دستگاه شیطان و ابلیس، نه یک فرهنگ شیطانی. خب دیبل وقتی این شعر رو خوند که حالا اون بیت قبلیش هم این هستش که 30 سال هست که شب و روز میگذرونم در حسرت، چون میبینم که حق اهل بیت تو دستشون نیست و دستشون خالی از اون حقشون. به اینجا که رسید امام رضا علیه السلام گریه کرد، فرمود درست گفتی. مقصودم این هستش که ببینید بنابراین این نگاه رو باید تو هر عیدی داشته باشیم، غافل نباشیم از اون حقیقی ترین عید و عید حقیقی. شما نگاه بکنید جا داره که به هر حال تو ایام شادی و عید که میشه حالات ولی اعظم خدا را آدم در نظر بگیره که اون بزرگوار عرض کردم دستش بسته است، الان اون کاری که با همه کمالاتی که او داره و آمادگی برای همه چی توش هست، اینجور نیست که علم امام زمان بعدم باید تکمیل بشه، الان نداره، مدیریتش رو مثلا باید درس مدیریت بخونه، تجربه مدیریت پیدا بکنه، کمالات به وفور و به نهایت در ایشون جمعه، ولی بستر فراهم نیست. طبیعتاً این بزرگوار از این جهت خوش نیست، ناراحت هست، مثل اجداد طاهرینش همین که الان عرض کردم، امام رضا علیه السلام، امام باقر علیه السلام هستش. خب یه مؤمن رو این جهت هستش که تو ایام عید این توجه رو نباید از دست بده، این توجه رو نباید از دست بده و جا داره که همونجور که تو دعای ندبه اون جمله هست، عزیزان علیه ان ارال خلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، عزیزان علیه ان ابکیک و اخذلک الورا، آقا چقدر بر من سنگین و سخت و ناگوار هست که همه رو میبینم شما رو نمیبینم، صدایی از شما و نجوایی از شما رو نمیشنوم، بر من ناگوار هستش که میبینم من به فکر شما هستم، حالا من یعنی من نوعی و امثال بعضی از افراد مؤمن، ولی همه به فکر شما نیستن، همه به فکر شما نیستن. خدا رحمت کنه آیه شریعتی که از خوبان و عاشقان امام زمان علیه السلام که شاید مثلا
در 15 سال پیش مرحوم شد. در قم بود، میرزا ابوالفضلی بود ایشون، خدا رحمت. خیلی ایشون نسبت به امام زمان علیه السلام خیلی توجه داشت، عشق داشت، شوق داشت، نجواها با حضرت داشت. بگفتن ایشون توی یه جلسه یه جایی می نشست، دید و بازدیدهایی که می رفت، اگه می دید یه جا دارن مثلا غیبتی می کنن، حرف لغوی می زنن، با زبان نمی گفت مثلا نکنید این کار رو نکنید، نه، همون گوشه ای که نشسته بود خودش شروع می کرد اشعاری راجع به امام زمان خوندن و عشق می ریخت. با حالش حال جلسه رو عوض می کرد و نهی از منکر می کرد. با اینکه خیلی سواد آنچنانی هم نداشت، اما دلش پر از نور و معرفت بود. بس که او در عشق فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، یه جور دیگه بود. میگفتن ایشون شبای چهارشنبه و جمعه شباش جمکرانش ترک نمیشد، این دو روز رو، سه شنبه بعد از ظهر، جمعه بعد از ظهر میرفت تو بازار قم، یه برای قهوه خونه ای داشت و چای یه چیزی میداد. یه موقع بعضی از بازاری ها بهش گفته بودن که میده الفصل اگر جمعه ها میخوای بری برو مال خودت، اما سه شنبه ها نرو، چایی میخوایم، غذای چیزی میخوایم، تعطیل نکن. گفت نه من تعطیل میکنم، من میخوام بیان جمکرانم رو ترک نمیکنم. تعطیل میکرد و مشرف میشد جمکران، مشرف میشد جمکران. بهش گفتن که این دفعه اگر رفتی ما در مغازت رو قفل میکنیم. شاید حالا شوخی هم باش میکردن ولی تهدیدش کردن، او هر کاری میخواید بکنید بکنید. رفت، سه شنبه بعد از ظهری بود، شبی بود، شب چهارشنبه، برگشت شب خواب دیده امام زمان علیه السلام و بود میرزا ابوالفضل در مغازه تو میخوان ببندن. گفت آقا من فدای شما بشم، من مغازه میخوام چیکار، من فدای شما بشم. فرداش که بلند شد رفت دید پای کرکر مغازش یه قفل زدن، خودش رفت یه قفل بزرگتر اومد زد دو قفلش کرد که اگه شما شوخی میکنید من جدی هستم، با این چیز از میدون به در نمیرم. چون یه مرتبه خدمت حضرت تو تشرفی داشت تو جمکران، سوال کرده بود که آقا تشریف نمیارید شما، این همه خواهان هستن، این همه از شما میگن. حضرت فرمود میرزا ابوالفضل اونایی که خواهان خود من هستن زیاد نیستن، خیلی دنبال حاجت های خودشون هستن ولی خواهان من خیلی نیستن. یه عیازی پیدا نشد که بگه که خودتو میخوام. میگن سلطان محمود غزنوی تو همه اطرافیانش به عیاض که یه غلام سیاه چرده‌ای بود خیلی علاقه داشت، طوری که باعث حسادت اطرافیان شده بود که آخه این چی داره که سلطان محمود اینقدر اینو دوست داره. یه روز عیدی شد، سلطان محمود یه جوائزی به عنوان سله گذاشت که به هر حال سله بده. بله. پیش خودش همه رو آماده کرد، اطرافیان همه بودن، گفت بیاید بردارید. یه مرتبه همه ریختن ازدحام که هر کی یه چیزی برداره، عیاض همون ته وایساده بود، اصلا نیومد. همه اصلا توجه هم نداشتن که حالا خون جلو چشمشون گرفته بود که توجه هم نداشتن که عیاض. بعد که هر کی یه چیزی برداشت رفت سر جایش وایساد، دیدن عیاض تازه داره یواش یواش میری جلو. رفت جلو، دستش بود رو شونه سلطان محمود، یعنی من خودتو میخوام. عجب خودت رنگو. بله. سلطان محمود گفت دیدید فرق این با بقیه چیه؟ شما منو برای این چیزا میخواید ولی این خودمو میخواد. گفت طلب کن ز دوست آنچه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست دوست. دوست. گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا. گفتمش ای دوست دوست. اونایی که این منطق رو دارن خیلی قشنگ. خب حالا شما نگاه کنید، با اون توجهی که من عرض کردم خواستن به ما بدن که در شادی ها یه گوشه چشمی هم به اون عید حقیقی داشته باشید، تو این شادی هاتون غافل نشید از اون موقعیت. حالا من یه روایت خدمتتون از این که اونم تو متنش هم و بطنش هم درش نشاط و شادی هست در همون حوض. دقیقاً همینجا. آفرین آقای شریعتی، ما حزن سیاه داریم و حزن سبز. یه موقع حزن کسی افسردگی براش میاره، این حزن سیاهه. اونایی که حرص دنیا میزنن، اونایی که حسادت میکنن از اینکه کسی چرا جلو افتاده. بله. توی مسئله اینا حزنها حزنهای سیاهه، آدمو تاریک میکنه. حزن اینجاییه. حزن اینجایی. بله. آدمو تاریک میکنه، افسرده میکنه. اما یه حسن سبز داریم، آدم رو رشد میده، با نشاط میکنه، خرم میکنه آدم رو. گفت غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. اون غم رو نباید خورد، غم دنیای دنی چند خوری، اون فایده نداره. اما این غم چرا؟ هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست.
این سوزو باید داشت، چون این رشده، این دلو دل میکنه نه ده. بنابراین از این جهت این توجه رو به ما، وقت با توجه به این چیزی که تو به هر حال فرهنگ دینی ما هست که خواستن ما رو توجه بدن به اون عید حقیقی و اون ولی معصوم الهی، من یه روایت خدمت شما عرض بکنم راجع به عید نوروزه. چه خوب، خیلی روایت جالبی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به شاگردشون معلم خنیس. فرمود یوم النوروز هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا اهل البیت. روز نوروز اون روزی است که مهدی ما ظهور میکنه، یعنی در واقع نوروز واقعی. آفرین. روز نو دیگه نوروزه، یعنی بره. یه روز دیگری است غیر از روزهای دیگه. نوروز اصلی اونه. یوم النوروز هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا اهل البیت، روزی است که مهدی ما میاد. وقت خود حضرت قرینه این که اون نوروز اصلی اونه، نمیخوام بگیم اینا نوروز نیست، قرینش اینه که حضرت فرمود و ما من یوم نوروز الا و نحن نتوقع الفرج، هیچ نوروزی نمیاد مگر اینکه ما انتظار فرج رو داریم، انتظار اون نوروز اصلی حقیقی رو داریم که در اونجاست که بهار حقیقیه، در اونجاست که نه فقط به قول حافظ که گفت نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جهان جوان خواهد شد. نه فقط عالم پیر جوان میشه، نه بالاتر به تعبیر قرآن زنده میشه، حیات دیگری به وجود میاد که یحیی الارض بعد موتها، که خداوند متعال با آمدن ولیش یک حیات دیگری رو ایجاد میکنه. پس واقعا اون روز نوروزه، یعنی یه روز نویست، یه روز جدیدیست و تازه خرمی و نشاط انسان اون موقع است، نشاطی که دیگه حزن دیگه توش نیست، نشاط واقعا، شادی واقعیست. لذا تو سلام های بر امام زمان گفته شده السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، سلام بر تو ای کسی که بهار مردم هستی و اون شادابی و نشاط ایام، خوشی اون نشاط و خوشی و طراوت و سبزی واقعیتش اون موقع است، واقعیتش اون موقع است. و به خاطر همین هم هستش که یه عده از کسان مؤمنی که از دنیا رفتن برمیگردن رجعت تا از اون موقع استفاده کنن. اون مؤمنینی که تا وقتی تو دنیا بودن زحمت کشیدن، کارشون رو کردن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، حالا اون چی که دستشون برمی اومد، کوتاهی نداشتن، غافل نبودن، اینا اون موقع برمیگردن تا از اون شادابی و سرخوشی و اون زندگی واقعی و انسانی اون موقع بهره‌مند بشن و کمال بیشتری پیدا بکنن. من بحثم رو با یه غزلی از حافظ تمام می‌کنم که گفت یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خراب، سهی یعنی راست قامت، سر و راست قامت، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، جان جهان برمیگرده بهش، یحیی الارض بعد موتها. انشالله که بتونیم استفاده بکنیم. و به خاطر همین هست که جناب شریعتی تو روایات ما زمان ظهور و فرج امام زمان فرج الله تعبیر شده. این خیلی تعبیر بلندیه، یعنی فرج هست ولی از علیه السلام، گشایش کلی، گشایش برای خداست. یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم به مقداری که عالم دنیا ظرفیت داره ظهور میکنه، کمالاتش، علمش، رحمتش، عنایتش، هدایتش تو همه زمین ها، تو همه زمین ها چه اتفاقی میفته واقعا به یک معنا قابل تصور نیست برای ما. مردم معمولی در اون زمان همه اولیاء خدا هستند. یعنی این مکاشفه هایی که ما نقل میشه از سید بحرالعلوم و کیو کی، بله، مردم معمولی اون زمان، البته به اندازه ظرف هر کدوم خودشون، یعنی هر کسی به اندازه خودش صاحب کرامت، صاحب کرام. چرا؟ چون اون موقع همه ولی خدا، همه بندگان خوبی هستن که تحت تربیت ولی اعظم الهی قرار گرفتن.
این دوران دورانی هستش که واقعا باید آدم الان حسرتشو بخوره. اگه هم ولی خدا هستن دیگه ترس و حزن و خوفی هم ندارن، شادی شادی واقعی، اصل شادی، شادی اصلش اون موقع. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی علی، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم امروز با اون نگاهی که شما داشتید، و من فکر میکنم که انشالله نوروز ما و عید ما یک تمرینی باشه در واقع، و در این مسیر قربی که شما اشاره کردید برای رسیدن به اون نوروز واقعی و منتظر اون روز بودن، که خودش فکر میکنم اتفاق بسیار خوبی است و بسیار سازنده است و باعث رشد و تعالی ما خواهد شد. خیلی خیلی ممنون و متشکریم از توجه شما، بهترین ها رو در سال جدید برای شما آرزو میکنیم، ضمن اینکه خیلی هم خوشحالیم که در ایام عید نوروز هم مهمان خانه های شما هستیم. حاجی عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم. خواهش میکنم، ما دعامون همین دعا هست که به هر حال این دوره رو خداوند متعال جوری بکنه که هممون توفیق داشته باشیم، درک بکنیم و در رفتن به سمتش، سعی و تلاش به اون سمت رفتن هممون سهیم باشیم. انشاءالله، انشاءالله. گفت بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی می شکفت که بادها را پرپر می کند. به امید اون روز، والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم حضرت علی.